چهاردهمین روز مهر ماه برابر با 6 اکتبر سال 1285 خورشیدی برابر با 1906 میلادی، برگزاری اولین جلسه مجلس شورای ملی پس از پیروزی نهضت مشروطه. به دنبال فراگیر شدن نهضت مشروطه ایران و صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار، انتخابات مجلس شورای ملی انجام گرفت و جمعاً 200 نفر به مدت 2 سال به این سمت انتخاب شدند. از نکات قابل توجه در فرمانهای مظفرالدین شاه این است که در دست خط اول وعده تشکیل مجلس شورای ملی داده شده، ولی در دست خط دوم دستور تشکیل مجلس شورای اسلامی صادر گردیده. به هر روی این انتخابات بر طبق نظامنامه صنفی و طبقاتی از قبیل شاهزادگان، اعیان و اشراف، مالکین، بازرگانان، اصناف و علما و طلاب برگزار شد و سرانجام اولین جلسه مجلس شورای ملی با حضور نمایندگان مجلس، علمای اعلام، شاهزادگان، سفرای کبرا و وزرای مختار، سایر بزرگان پایتخت و مقامات حکومتی و اداری در کاخ گلستان تشکیل گردید. در این مراسم مظفرالدین شاه قاجار که به شدت بیمار بود با صدای ضعیف و لرزان گفت: 10 سال آرزوی این روز را داشتم. سال 1352 خورشیدی برابر با 1973 میلادی، آغاز جنگ 4 روم اعراب و اسرائیل معروف به جنگ رمضان. پس از مرگ جمال عبدالناصر و روی کار آمدن انور سادات به ریاست جمهوری مصر، زمینه برای یک رشته تحولات مهم سیاسی در خاورمیانه و جهان عرب فراهم آمد. سادات در آغاز حکومت خود به تدارک نظامی وسیعی برای جبران شکست جنگ سال 1967 میلادی از اسرائیل میاندیشید. از این رو حمله غافلگیرانه‌ای را به مواضع اسرائیل در صحرای سینا ترتیب داد و جنگ 4 روم اعراب و اسرائیل را آغاز کرد. ارتش مصر توانست خطوط دفاعی اسرائیل در قسمت شرقی کانال سوئز و صحرای سینا را در هم بکوبد و اولین پیروزی را بر اسرائیل تحمیل کند. سال 1360 خورشیدی برابر با 1981 میلادی، ترور محمد انورالسادات رئیس جمهور مصر که به هنگام تحصیل در دانشکده افسری با جمال عبدالناصر آشنا شده بود و پس از چندی به نهضت افسران آزاد پیوست و بعد از پیروزی کودتای ضد سلطنتی به وزارت کشور دست یافت. سادات از آن پس بارها مناصب مهم کشوری از جمله ریاست مجلس ملی مصر، دبیر کلی حزب اتحادیه ملی مصر و معاونت رئیس جمهوری را به عهده گرفت و پس از درگذشت جمال عبدالناصر به عنوان رئیس جمهور مصر انتخاب گردید. هرچند سادات در ابتدا پس از رسیدن به قدرت به جنگ با اسرائیل پرداخت، اما پس از پیروزی در جنگ اکتبر به صلح روی آورد و به دنبال بهبود رابطه با آمریکا شد. او در یک سفر غیر منتظره به اسرائیل باب مذاکرات مستقیم با سیاستمداران این کشور را گشود که منجر به انعقاد پیمان کمپ دیوید گردید. بنابر پیمان مصر تمام خاک سینا را از اسرائیل پس گرفت و اگر فلسطینی ها و کشورهای تندرو جهان همانند عراق و سوریه با آن مخالفت نمی کردند، نیم قرن پیش یعنی در سال 1985 فلسطینی ها صاحب دولت و کشور به رسمیت شناخته شده از سوی اسرائیل می شدند.